با سلام و درود. تاریخ جنگ‌های بزرگ بسیار عجایبی در خود دارد، بسیار عبرتبار و غیر قابل باور. صبح، یعنی دمدمای صبح 22 جون 1941، وقتی که عملیات بارباروسای هیتلر شروع شد، یعنی 83 سال پیش، در کرملین زنگ آمد. افسر کشیک گوشی رو برداشت، افسر کشیک و محافظ استالین، سر محافظ ژوکوف، گفت که باید عاجل با استالین من صحبت بکنم. ژوکوف رئیس ارتش است. افسر کشیک چی میگه؟ آقا استالین خو است. ژوکوف میگه بیدارش کن که شهرها در حال سقوط است. در اینجا خواب استالین یکی و بیداری استالین چیز دیگه است. من با استناد چندین اثری که نوشته شده، من فشردهش بر شما تشریح بکنم که این برنامه میماند چیز بسیار مهم است، خصوصا برای نسل نو. خدا و جنگ آماده میکنه و قدرت. ای خب البته این جنگی که امو 22 جون شروع شد، 129 سال پیش از او، در امی 22 جون، در امی روز، ارتش بزرگ ناپلیون تجاوز کرده بود به خاک روسیه. یعنی تعیین حمله هیتلر که 22 جون است، همزمان به اصطلاح در عین روز برابر کرده بودن با تاریخ حمله ناپلیون به روسیه. ای از کارهای هیتلر بود. یکقدر سر خود اطمینان داشت. خب حال نوبت هتلر بود. بالغ بر 3 میلیون سرباز هتلر متشکل از همین کل اروپا را جمع کرده آمده بود دیگه. آلمانی بود، کرواتا بودن، فنلاندیا بودن، رومانیایی ها، مجارستانی ها، ایتالیایی ها، حتی اسپانیایی ها، تحت حمایت چی؟ بزرگترین ارتش میکانیزه تاریخ، 3600 تانک در می استقامت، 600 هزار وسیله موتوریزه دیگه، موتوری این به قطار بسته بود، 7000 اراده توپ، 2500 هواپیمای جنگی، 625000 رأس اسب. با اینمی قطار از مرز شوروی تیر شدن. کجا بود؟ میامد طرف ستالینگراد و طرف مسکو. شوروی در اون زمان در برابر 3 میلیون نفر داشت 14000 تانک. البته تانک شوروی زیاد بود، اما خب زیاد بود، اما 2000 تانکش مدرن بود دیگه، کلش نظام قدیمی دوره تزار. 34000 اراده توپ داشت. بسیار جالب. 8000 هواپیما شوروی. خب حالا که ژوکوف زنگ زده، طرف های دمدمای صبح است، با ویلای کنسوو، کنسوو در آشه مسکو، اونجا ویلای استالین بود، اونجا خوامش. استالین دیگه تازه به خواب رفته، افسر امنیتی که با صدای خواب آلود میگه کی هستی؟ ژوکوف میگه که من رئیس ستاد کل ژوکوف نام دارم، من تیزه کده به رفیق استالین وصل کو که کار خراب است. گفته چی؟ امیال وصل کنم؟ او خو است. ژوکوف گفت فوری بیدارش کن، آلمان ها شهرها را زیر بمباران گرفتن. جنرال ها بیشتر از خود آلمانی، به اصطلاح از خود آلمانی ها ترس داشتن، بیشتر از آلمان ها، که خبر به استالین برسانند. یعنی ترسشان از آلمان کمتر بود، ترسشان از عواقب رساندن این خبر به استالین زیاد بود. یعنی مصیبت. 4:30 صبح از دیگه که فرمانده جبهه غرب در خط تلفن آمد، گفت که کل جبهه زیر تعرض است. 10 دقیقه بعد فرمانده حوزه بالتیک گفت که هجوم آلمان سر ما شروع شد. سپس آدمیرال کوزنیتسوف زنگ میزنه که میگه که
طوفان از بالای ما، اینجا دیگه صد دیوان سالارانه در کرملین در برابرش قرار میگیره. ادمیرال کوزنیتسوف یعنی دریا سالار میگه که همی افسر کشی میگه استالین اینجا نیست، برو نمیفهم در کجاست. متوجه هستیم؟ پیروزی شوروی پیروزی تصادفی بوده از یک نگاه. کوزنیتسو برازی میگه که آدم تو کی هستی؟ من پیام فوقالعاده دارم، باید بلا فاصله کت استالین گپ بزنیم که کشور در حال نابودی است. این میگه که من نمیتونم تو را کمک بکنم، گوشی را میگذاره. کوزنیتسوف ناچار میشه صحبت میکنه با تیموشنکو. تیموشنکو دیگه کی است؟ وزیر دفاع. این وزیر دفاع، او از گزارشات متواتر وحشت خورده. ای خود تیموشنکو ای هم ترسیده، ای جرأت نزدیک شدن به استالین نداره. کوزنیتسوف ایره تشویق میکنه که او برادر ایره پیدا بکن، استالین بی تو وزیر دفاع استی به نتیجه. تیموشنکو تیر خود میاره، چرا؟ از رویاروی شدن با استالین میترسه. یا فتا بیبی. خب بالاخره کوزنیتسوف میگه که ما از شما میخوایم، دوباره زنگ میزنه به کرملین که به استالین اطلاع بدین که هواپیماهای های آلمان مشغول بمباران سباستوپل هستند. این جنگ است، ما باید این مسئله را برای رهبر برسانم. هیچ کس جواب نمیده. چی میکنه؟ میره مولینکوف پیدا میکنه. اون مالینکوف میزوف و بیباد و بخار رو پیدا میکنن در کل ارکا به اصطلاح اطرافیان استالین. اینمی فقط اینمی مالینکوف ها بودن دیگه کسای کمکی که گردن راست میداشت کل از وار کشته بود استالین. اینمی تو موجودات در اطرافش مانده بود که حال وقتی که در کشور حمله شده که از جرات نداره خبر برش برسان. این مالینکوف نرمگردن با صدای عصبی برای کوزنیتسوف میگه که تو میفهمی که چی رقم گزارش میدی؟ گپ زدن تا یاد داری؟ حتی در زمانی که بمب افغانای آلمان مشغول بمباران شهرهای کیف و سباستوپل بودن، لشکر پیاده در حال عبور از مرز به طرف شهرهای شوروی بودن، درباریای استالین سعی داشتن با توسل به اعمال زور، بیمسئولیتی، جبن و قلدری از قبول واقعیت گریز بکنن. مالینکوف گوشی رو میمونه، با فرمانده سباستوپول تماس میگیره. بالاخره خب در اینجا دیگه در دفتر خود تیموشنکو وزیر دفاع به همراه لوزاخاروویچ مخلیس، ایر لوزاخاروویچ مخلیس یکی از مفتن ترین آدم های بی خاصیت در دربار استالین بود، مشهور به سگ وفادار استالین. این دیگه کوسه هم بود، به نام مخلیس کوسه ای یاد میکنند. این دیگه بسیار ادا در می آورد، اکت میکرد مثل به اصطلاح ما شما، میگفت که چیه پس هیچ کدام یورشی ده و اتحاد شوروی صورت نگرفته، کجاست؟ خودش در دفتر شده. کدام دفتر؟ در دفتر وزیر دفاع شده. وقتی که ورنوف فرمانده توپخانه ضد هوایی عاجل در آمد داخل اتاقشان تا گزارش بته، او آدم ها شما چطوری شیشتین از دنیا خبر دارین که طوفان برپاست؟ اینمی وزیر دفاع تیموشنکو سر ورنوف عصبانی میشه، میگه گپ نزن بسیار زیاد، اگر میگویی که چیز است گپای تا بالا میزنی بگم یه رو نوشته کن زیرش امضا کن. چرا؟ کلمه با کلمه گزارش شفاییش میگه بنویس زیرش امضا کن. از این سند میگیره که نشه کدام گپی که شوه باز بکنه که این خودش امضا کرده بود من نبودم. این تیموشنکو این بسم الله محمدی کابل واره دوره جمهوری.
و کل وزیرای دفاع غنی و کارزای کلش تیموشنکو بودن. تیموشنکو مخلص به این فکر بودن که نشه که کدام گپ شما به اتهام خیانت ما را استالین تیرباران کنن. به همین دلیل چی میکنن؟ مدرک کتبی موثق میخواستن، بگی هر چیزی که ادعا میکنی خودت بنویس باز امضا بکن، یعنی برای اثبات بیگناهی خود، با در حالی که جنگ روان است که از چندین استقامت ارتش آلمان به سرعت نزدیک میشه. در اطراف سالین اینی رقم آدم ها بودن. چی؟ ترس خمیری روح و جانشان بود. کسایی که کمی که سرش به تنش میارزید اونا را آدم های بسیارم پرمدعا و به اصطلاح فهیم و متخصص استادین تحمل نمیکرد. میگفت که پسان در خطر تبدیل میشه، تبدیل به خطر میشه، امیال باید سرش زیر بالش بکن. امی تو کده بود که اینی تو آدم ها در پالش مانده بود. خودش حتی شکایت میکرد، میگفت کسایی در دور ماست که کتیش نمیفهمی که چرقم از چی گب بزنی، یه چمی ارزه گب زدن، اهمیت گب زدن هم ندارن. خب مخلص رفته که ورنوفال نوشته بکنه که یعنی گزارش جنگ بده. رفته پشت شانهش استاد میشه، میگه باش سهل کنم چی می نویسی، همون چیزی رو که گفتی می نویسی یا کدام چیز دیگره؟ خب بازو دید که نوشته میکنه گزارش جنگ، گفت امضام بکن. تیموشنکو و نیروهای ضد هوایی دستور میده که وزیر دفاع و نیروهای ضد هوایی در سراسر شوروی دستور میده که هیچ واکنش نشان ندین، مانین. چرا؟ وقتی که استالین بیدار شوه و بگویه که چرا دستور دادین من نگفته بودم، خود مرگ خدا اینا امضا میکنه. ورنوف بعدا گفته که تیموشنکو هیچ باور نمیکرد، یعنی وزیر دفاع هیچ باور نمیکرد که جنگ شروع شده. وزیرای دفاع کابل وره همه آخرش بسیار جالب است. ولایت به ولایت سقوط میکردی، رفته بود چکر میزد که غنی در بالای سار. خب طبیعی باز هم دوباره زنگ تلفن میاد به کرملین. استالین دیگه خواب است. زنگ است که معاون فرمانده نظامی حوزه غرب بولدین چی میگه؟ میگه آلمان ها با سرعت به خاک شوروی پیشروی کرده است. تیموشنکو از همیشه برش میگه هیچ غرض نگیرید، واکنش نشان ندین، یک فیرام نکنین. این وزیر دفاع ما که میگم جنگ دوم جهانی رو تصادف برده پر بیهوده نمیگیم. بولدین در پشت خط تلفن فریاد میکشه سر وزیر دفاع، میگه تو چی میگی؟ منظور چیست؟ لشکرها در حال عقب نشینی از شهرها و مردم ها در آتش میسوزن، تو میگی که نزنید؟ تیموشنکو چی میگه؟ جوزف ویساریونوویچ استالین منظورش است معتقد است که این میتانه یک اقدام تحریک‌آمیز از طرف برخی جنرال های آلمانی باشه، این تصمیم هیتلر نیست. این تیموشنکو استالین صحیح میشناخت، این غریزهش میگفت که باید یک کس دیگه را تشویق کنم که این خبر فوق‌العاده خطرناک به استالین بدن، خودم پیش نکنم. چی میکنه؟ مارشال بودیونی رو میگه که همون بودیونی معروف، میگه آلمانی و سباستوپول بمباران میکنن، آیا ما به استالین نمیره بگویم یا نگویم؟ بودیونی میگه که فوری خبر بده، برو بگو تو وزیر دفاع هستی. تیموشنکو چی میگه؟ عذر میکنه، میگه که اگر تو کت استالین تماس بگیری بسیار خوب میشه، به خاطر زیک من میترسم. وای ترس وزیر دفاع رو ببینین، وزیر دفاع اتحاد شوروی ارتش سرخه، مثل ترس همو یاروهای کابل ما و شما. بودیونی با عصبانی از سرش میگه که نه تو وزیر دفاع هستی، خودت زنگ بزن، تو چی گفته روان هستی؟ عاقبت کارچ همین خود بودیونی تصمیم میگیره خود به استالین وصل میکنه
زنگ میزنه که استالین در پای تلفن بیاره. تیموشنکو خود پس میگرفت، از ترس به ژوکوف زنگ میزنه و ژوکوف میگه که خودت به استالین زنگ بزن. داله که ژوکوف در اول بار 10 دفعه اونجا زنگ زده، نفر شعبه استالین او رو گفته برو ایجا نیست، من نمیتونم از خواب بیدار کنم. این نظام در کرملین چی حال بوده؟ خب ژوکوف چند بار از که زنگ زده بود بسیار مایوس شده بود، دوباره به ویلای استالین زنگ میزنه. خب در ویلا زنگ میزنه، ژوکوف به ویلا زنگ زده بود، این دیگر را به کرملین زنگ. خب میگن که منتظر باشه، این دفعه 3 دقیقه بعد استالین میآید. 3 دقیقه بعد که استالین میآید، تا این زمان دیگه باید قدر تلاش ها که پیدا کردن، کل شهرهای زیر حمله به تباهی رفته بود. استالین گوشی رو در گوش خود میچسبانه، ژوکوف گزارش یورش سراسری آلمان ارائه میکنه، میگه ما از شما میخواهیم که بر من اجازه ضد حمله بده. سکوت، فقط صدای نفس کشیدن استالین در گوشیش شنیده میشه. این میگه که رفیق استالین متوجه شدی من چی گفتم؟ باز سکوت، اما صدای نفس کشیدن باور نمیکرده استالین. عاقبت میگه که تو تیموشنکو رو همراه خودت به کرملین بیار، با پاسکر بیشیف هم بگو که اعضای دفتر سیاسی رو برای تشکیل جلسه اضطراری جمع کن. میکویان و دیگه اعضای دفتر سیاسی اونا کلش خبر داشتن، پیشا پیش رفته بودن به کرملین، جمع شدن دیگه. بودیونی و استالین میگه که جنگ است، ریگا، منطقه ریگا را زیر بمباران گرفتن. استالین به پاسکر بیشیف او هنوزه در خواب بود زنگ زده که بمباران ها شروع شده، چه میکنی؟ استالین سوار و موتر خود به سرعت از ویلای اطراف مسکو میره به طرف کرملین. اعضای دفتر سیاسی از اونا را همه را از خوابیدن در ویلای حومه شهریشان ممنوع کرده بود پیش از پیش، کلش جمع شده بودن تا که استالین رسید. استالین برخلاف معمول این دفعه که آمد و آرختان بود و همراه آسانسور یا لفت خود در منزل دوم خود رساند و از راهروهای پوشیده که با فرش قرمز پوشیده شده عبور کرد و در آستانه ورود به دفتر با پاسکر بیشیف سر خورد، گفت که امیال همه را خبر کن که بیان. خب ژوکوف میگه که دفتر سیاسی در ساعت 4:30 صبح تشکیل جلسه داد. مولوتوف وزیر خارجه میگه که نه، جلسه زودتر شروع شده بود، اما اردوی ازی فکر میکنم که چیز میگن درست دقت نکردن. از دفترچه ملاقات های دفتر استالین که بعد از سقوط اتحاد شوروی پیدا شد، چونین فهمیده میشه که جلسه در ساعت 5:45 بامداد، یعنی 1:15 بعد از شروع حمله آلمان دایر شده بود، یعنی تقریبا 2 ساعت اینا هدر داده بودن. یکی خود استالین پیدا نمیشد، دیگه کسی میترسید که استالین مواجه شود، یکیش دیگه شما میگفت دروغ میگی بگی بنویس. یک سیستم دیوان سالاری پوسیده حاکم بود شده بود. مولوتوف در مون ساختمان زندگی میکرده، یعنی فاصله با اپارتمان استالین در کرملین تو فاصله زیاد نداشت. او تیز خود رسانده بود، بعد از تیموشنکو و ژوکوف و مخلص هم او خب باید بیا آمده، و میکویان متوجه میشه که استالین کنترل خود از دست نداده، سر خود حاکم است. ای بعدا در خاطراتشان آمد، پشت میز مثل مخمل سبز رنگ شیشتو پایپ خود روشن کرد. استالین جلسه شروع شد. ژوکوف دید که استالین مگر گیج و رنگ پریده شده. وورنوف طرف استالین سعی کرد سار افسرده و عصبانی معلوم میشه. بله
هر کس از زاویه دید خود بعدها وضعیت استالین شرح دادند. در بیرون در تمام جواب هرج و مرج، در داخل دفتر به قول چادایوف از دست یاران کرملین، استالین با آرامی گپ شروع کرد و واژه ها را دقیق انتخاب میکرد. صدایش گاهی ضعیف میشد، وقتی که گپایش تمام شد کلی خاموش بود. جالب چی است؟ استالین خودش فکر میکرد که یک جنگ واقعی نیست، مثل تیموشنکو. این جنگ واقعی نیست، یک عمل تحریک‌آمیز از طرف یک حلقه ماجراجوی آلمانی است که ما را میخواهد به جنگ برده. چرا؟ به خاطر از اینکه ای قبلا کت هیتلر یک پیمان عدم تعرض امضا کرده بودند که بر اساس امو پیمان قبلا پولند هم بین خود تقسیم کرده بودند. دیگه ای باور نمیکرد که مثلا هیتلر زیر قول خود بزنه. هیتلر هم میتونه، خب مثلا چی میگه؟ استالین میگه که نه، این کار افسرهای ماجراجوش. هیتلر هم میفهمد به اطراف هیتلر هم ممکن است یک آدمای مثل توخاچوفسکی باشه. توخاچوفسکی را پیش از او استالین اعدام کرده بود، یک مارشال متخصص تحصیل یافته و فوق‌العاده اکادمیک بود. از بلند پروازی ها و رشد عجیب و غریب توخاچوفسکی بسیار واهمه داشت، را در یک توطئه چیز اعدام کرد. سر خودش اعترافات کرد و سر خودش مرگش صادر کرد. آلی هم میگه که نشه که در دور هیتلر مثل آدم های مثل توخاچوفسکی باشه که همین جنگ هست. یعنی جنگ واقعی نیست. هیتلر از موضوع بی خبر است. ایر استالین میگه. باور آدم نمیه. از او استالین. خب نمیخواست تا وقتی که تایید خبر یا تایید شروع جنگ رسما از برلین شنیده نشد، تو دستور مقاومت صادر نمیکرد. جالب، اشتباه بزرگ استالین که جان صدها هزار سرباز از دست داد و سلابت و تباهی داد. این آدم هنوز نمیخواست که هیتلر مقصر اعلان کنه. اینمی استالین و میکویان گفت که ولو ریبنتروپ وزیر خارجیش مثل که ما را فریب داد. اما اشارش به همون پیمان عدم تعرض است که با مولوتوف امضا کرده بودن. بعدا مولوتوف گفت که تو بگی با سفارت آلمان یک تماس بگی، از سفیرشان پرسان که چی گپ است. مولوتوف از پشت میز استالین گوشی یک از تلفن‌ها را آورد، 5-6 تلفن جا بود. دستور میده که سفیر آلمان را بگوین بیه. شولنبرگ سفیر پیشا پیش با دفتر مولوتوف خودش تماس گرفته بوده، اعلان جنگ می آورده، خواستار دیدار عاجل بوده. مولوتوف گفت که ما که از دفتر استالین در طبقه بالا به دفتر خودم طبقه پایان رفتم، شولنبرگ وقت آمده بود. در مون دفتر مولوتوف آمد، مثلا دفتری بود که مشرف بود به کلیسای ایوان مخوف. همون روبروی میگه این دومین بار بود تای ساعت اخیر و آخرین بار در دوران کاری شولنبرگ که با مولوتوف ملاقات میکرد. حالا صبح از دیگه جنگ آغاز شده. کرملین تابستانی غرق در نور بامدادی و عطر اقاقی هاست. میگه اقاقی همی اما مثلا درخت های چیز برگای سفید داره، سفید خوشبو، و روزای باغای الکساندر اوفسکی دیگه میتون نمایش دیده میشه. خب شولنبرگ متن تلگرام خودم میاره. چی آورده در این وقت؟ ایره چیزی رو که آورده به مولوتوف خواند، گفت که تمرکز نیروهای شوروی حکومت آلمان وادار به اتخاذ اقدامات متقابل نظامی کرد. حال اعلان جنگ هم میخواهی توجیه کنم.
خب وقتی که کار قرائت بیانی حکومت آلمان خلاص کرد، چهره مولوتوف از شدت ناباوری در هم رفت. خشم عاقبت تتپاتا کرد، گفت که یعنی این گپایی که تو میزنی بر ما خواندی رسما به معنای یک اعلام جنگ است؟ شولنبرگ دیگه پاسخ نداد. خب اول دیگه وقت جنگ است، یعنی تو به یک اندو شانه خود بالا انداخت. خشم مولوتوف بر حیرتش غلبه یافت. که چی حال است؟ گفت که میفهمی این پیامی که به ما دادی هیچ معنای جز جنگ نداره و که آلمانیا پیش و پیش از مرزهای ما گذشته و شهرهای شوروی مثل اودیسا، کیف و مینسک در بلاروس برای مدت 1.5 ساعت گذشته بمباران کردند. خب مولوتوف تقریبا فریاد کشید طرف شولنبرگ، گفت که ای کاری که تو کردی شما کردن یک سلب اعتماد بی سابقه در طول تاریخ بشر است. شما با ما پیمان داشتین، حال شما یک جنگ وحشتناک آغاز کردین. باز ساده لوحانه چی میگه؟ میگه ما سزاواری تو جنگ نیستیم. حال هستی. سفیر آلمان هیچ حرفی به گفتن نداشت. شولنبرگ 3 سال بعد، 3 سال بعد امی شولنبرگ در سال 1944 با جرم شرکت در یک توطئه بر ضد هتلر به دستور هتلر اعدام شد. یعنی شولنبرگ کسی نبوده که طرفدار جنگ بوده باشه، فقط در نقش یک سفیر اعلام موضع کشور خود کرده بود، یعنی مامور معزول. خب یادم به مولوتوف دست داد و دفتر از دفتر بیرون رفت و از برابر لیموزین های جنرال های شوروی که یک یک از کاخ کرملین می آمدن تیر شد و رفت. مولوتوف به کرملین آمد و استالین گفت که آلمان علیه ما اعلان جنگ داد. استالین در چوکی خود فرو رفت، غرق در اندیشه شد. سکوت معنادار و طولانی. آل از خواب بیدار شد مثل که. چادایوف دستیار بعد گفت که استالین خسته و از پای افتاده شده بود. صورتش آبلدار بود، اما آبلش برجسته معلوم شد، تکیده و نزار شده بود. ژوکوف بعدا نوشت که ای اولین باری بود که استالین ما افسرده حال می دیدم. اما استالین فقط یک چیز گفت: دشمن در سراسر کشور و تمامی خطوط جنگی کوبیده خواهد شد. به این ترتیب فصل جنگ آغاز شده بود. یک عکسی هم در این ارتباط ما دارم که من شما میگذارم.